سلام خدمت دانش آموزان عزیز، در ادامه درس فارسی رسیدیم به درس حکمت. پادشاهی با غلامی در کشتی نشست و غلام هرگز دریا ندیده بود و مهنت کشتی نیازموده، گریه و زاری در نهاد و لرزه بر اندامش افتاد. چندان که ملاطفت کردند آرام نمی گرفت و ملک از این حال آزرده گشت. چاره ندانستند. حکیمی در آن کشتی بود. ملک را گفت اگر فرمان دهی من او را به طریقی خاموش گردانم. گفت غایت لطف و کرم باشد. بفرمود تا غلام به دریا انداختند. باری چند غوطه خورد، جامعش گرفتند و سوی کشتی آوردند. به دو دست در سکان کشتی آویخت. چون برآمد به گوشه‌ای بنشست و آرام یافت. ملک را پسندید آمد. گفت در این چه حکمت بود؟ گفت اول مهنت غرق شدن نچشیده بود و قدر سلامت کشتی نمی دانست. سعدی، کتاب گلستان، باب اول، در سیرت پادشاهان. دانش آموزان عزیز، کتاب گلستان 8 باب دارد، یا به عبارتی 8 فصل دارد. هر بابش یا فصلش یه موضوعیه. فصل اول یا باب اولش در سیرت پادشاهان است، یعنی در روش راه و رسم پادشاه. سیرت یعنی راه و رسم زندگی، راه و رسم پادشاهان. خب متن قدیمی است، بنابراین نیاز به معنای دقیق دارد. پادشاهی با غلامی در کشتی نشست. یه پادشاهی با غلامش رفت در داخل کشتی نشست. دقت کنید. و غلام هرگز دریا ندیده بود. غلامش اصلا تا به حال دریا ندیده بود. و مهنت کشتی نیازموده. مهنت یعنی رنج، سختی. سختی که سفر با کشتی داره و سختی هایی که داره رو نیازموده بود. یعنی آزمایش نکرده بود. تا به حال تجربه نکرده بود. آزمایش یا تجربه نکرده. چرا؟ چون تا به حال دریا ندیده بود و سوار کشتی هم نشده. میترسید. گریه و زاری در نهاد. شروع کرد به گریه و زاری کردن و لرزه بر اندامش افتاد. گریه و زاری کرد و میلرزید داخل کشتی. چندان که ملاتفت کردن آرام نمیگرفت. هرچی ملاتفت یعنی مهربانی، هرچی در حقش مهربانی کردن، آقای مثلا فلانی، مرد بزرگ، آقای محترم، کشتی امنه، هیچ اتفاقی برات نمیفته و قصه از اینا. چندان که ملاتفت کردن آرام نمیگرفت. آروم نشد که نشد. گریه و زاری و میلرزید. و ملک اینجا یعنی پادشاه از این حال، از این وضعیتی که غلام داشت به خودش میلرزید و گریه میکرد، آزرده شد، یعنی آزرده خاطر شد، ناراحت شد. چاره ندانستن، نمیدانستن چه کنن. یعنی کسانی که داخل اون کشتی بودن، پادشاه بود، خود این به قول معروف غلام بود، افراد دیگه هم، مسافرهای دیگه هم بودن، نمیدونستن چه کار کنن. هر کار کردن. چرا؟ چون ملاتفت کردن، مهربانی کردن، هر چی صحبت کردن باش، به خرجش نرفت که نرفت. میترسید. حکیمی در آن کشتی بود. یه آدم دانا، حکیم، آدم فرزانه، عاقلی تو اون کشتی بود. ملک را گفت، همون حکیم به پادشاه گفت. ملک را گفت، یعنی اینجا را به معنی به است. به ملک، به پادشاه گفت اگر فرمان دهی، اگه دستور بدی، من او را به طریقی، طریق اینجا یعنی به روشی به طریقی خاموش گردونم، ساکتش میکنم. خاموش
یعنی خاموش، یعنی ساکتش میکنم، گردانم. گفت، کی گفت؟ ملک پادشاه. غایت لطف و کرم باشد. غایت یعنی نهایت. به قول امروزی ها، آقا دست درد نکنه اگه این کارو برامون بکنی که یه دنیا ازت ممنون میشیم. گفت غایت لطف و کرم باشد، نهایت لطفیه که در حق ما میکنه اگه این غلامه رو ساکتش کنی. بفرمود. کی بفرمود؟ حکیم. حکیم فرمود تا غلام را به در غلام به دریا اندازن. حکیمه فرمود غلام رو بندازید داخل دریا. اون غلام الان داخل کشتی بود، کشتی به این آرامی داشت میرفت، کاملا در امن و امان بود، داشت گریه زاری میلرزید به خودش، وای به حال این که بندازن داخل گریه دیگه، دریا دیگه، قالب توهی میکنه، اصلا میمیره. انداختنش داخل دریا. چرا؟ حالا ببینیم ادامه ده. باری چند قوطه خورد، یعنی چند بار قوطه خورد، رفت داخل آب، دوباره دست پا زد اومد روی آب، دوباره رفت با این، دوباره اومد بالا، دوباره رفت با این، دوباره اومد بالا. باری چند قوطه خورد، جامعه اش گرفتن. چند تا که قوطه ور شد رفت داخل آب، هی خودش یه ذره کشید بالا، آی دارم خفه میشم، دوباره رفت با این، آی دارم خفه میشم. بعد چند بار که این اتفاق افتاد، جامعه اش گرفتن، لباسش رو گرفتن و سوی کشتی آوردن. آوردن سمت کشتی، به دو دست در سکان کشتی در آویخت. دو تا دستشو به سکان کشتی گرفت، محکم همونجا آوردنش، اصلا اینجوری بگیم آوردنش داخل کشتی. چون برآمد، وقتی که دست از سکان کشتی گرفت و اومد خودش کشید بالا داخل کشتی، چون برآمد، وقتی که اومد داخل کشتی، یه گوشه نشست، آروم شد. ملک را پسندید آمد، پادشاه خیلی خوشش اومد. عجب خوب. گفت به کی؟ به حکیم. در این چه حکمت بود؟ داستان چی بود؟ چطور شد؟ چه کار کردی که این اتفاق آروم شد، ساکت شد؟ گفت، کی گفت؟ حکیم گفت اول محنت غرق شدن نچشیده بود. اول اینکه رنج و سختی غرق شدن را نچشیده بود. نمیدونه تا به حال رنج غرق شدن، نمیدونست چه مزه‌ای غرق شدن که اون لحظه اصلا زمین و زمان دست به هر چیزی میزنه که خودش نجات بده. اول محنت غرق شدن نچشیده بود و چون نچشیده بود قدر سلامت کشتی نمیدانست. چون رنج و سختی غرق شدن رو تا به حال تجربه نکرده بود، قدر سلامتی کشتی رو، قدر این که ارزش این که قدر این که داخل کشتی امن هست رو نمیدانست. مثل داستان الان ماست، میگیم واو چه مملکتی درست کردن، چقدر گرونی فلانه، بیساره، اله بله فلانه. چه مملکتی درست شده و در حالی که انقدر نعمت زیاد داریم الان اینجا، انقدر نعمت زیاد داریم. شما یه لحظه فکر کن، یه بنده خدایی میگفت مثلا خیلی از کشورها که یه ذره امنیتشون مشکل داره، میگه که طرف وقتی که خارج میشه از خونش دیگه امیدی به این نداریم که برگرده، یعنی اینقدر ناامنی زیاده، در حالی که در کشور ما راحت امنیت 100% برقراره و عرض به خدمت شما خدا نکنه که یه کوچکترین ناامنی در مملکت پیش بیاد، آدم میگه ولش کن، همین امنیتمون باشه، راحت باشیم، ایمن باشیم، غذای چرب و نرم پیدا نکردیم، یه لقمه نونم به قول معروف یه لقمه خشکم پیدا بشه بخوریم خوبه.
نخواستیم مثلا، ناشکری نمی کنه. یا این که مثلا طرف میاد چی کار میکنه؟ طرف میاد میگه که پدر خانواده مثلا یک آپارتمان 100 متری داره، 70 متری، 80 متری داره، ساکن هستیم و خیلی راحت. ناشکری میکنیم، اتفاقی میفته، پدر در کار ورشکست میشه، مجبور میشی این آپارتمان رو هم بفروشه، بدهی ها رو بده، فلان کنه، بیسار کنه، بعد مجبور بشی بری مثلا مستاجر بشی، بعد میگی قدر خونمون رو ندونستیم و فلان از این حرفا. ببینید آدم باید همواره شکرگزار باشه. ما توی مملکتمون حالا به خاطر هر دلیلی که از بعضی مشکلاتی که برامون پیش اومده، اما خیلی نعمت‌های دیگری در مملکتمون هست که باید قدر بدونیم. فکر کن در یک روز شب تابستان ناگهان ابتدای شب برقا بره، وای از شدت گرما آدم میپزه دیگه، وسط ظهر برقا بره، یا آب بره مثلا، آب نده، آب قطع بشه مثلا، آدم به قدر این نعمت‌ها رو نمیدونیم تا زمانی که از دست ندیم. و بدونید بچه ها، بالاترین نعمت، نعمت سلامتی است. قدر سلامتیمونو بایستی بدونید. پس از گفتگو درباره مسئله‌های زیر، مشخص کنید مفهوم حکایت با کدام ضرب المثل‌های زیر تناسب دارد. از هر دست بدهی از همان دست میگیری. زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. هر که بامش بیش برفش بیشتر. سواره خبر از حال پیاده ندارد، خواستن توان زد. اولا این حکایت به این ضرب المثل ربط داره. قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. قدر عافیت رو کسی میدونه که به گرفتاری دچار بشه. اینجا اون غلام قدر عافیت، یعنی قدر اون سلامت سالم موندن در کشتی رو زمانی میدونست که انداختنش داخل آب، دیدن نه بابا داخل آب داره غرق میشه، اومد کشتی خیلی امنه، ها خدا رو شکر. قدر عافیت کسی داند که مصیبتی گرفتار آید. فکر کن خدای نکرده، خدای نکرده این افرادی که سلامتشون دچار خطر مشکل شده تو این شرایط کرونا، مثلا طرف خدای نکرده کرونا بگیره، با یکی حتی یک تنفس آرزو میشه براش، یا اینکه مثلا شخصی کلیه‌هاش از کار افتاده باشه، وای چه روزایی سختی طی میشه. کسی که مثلا مشکل قلبی داشته باشه، با یه آلودگی کوچیکی هوا دچار مشکل میشه، چهار قدم راه میره کلی عرق میکنه، پله نمیتونه بره، راه نمیتونه بره. خیلی نعمت‌هایی داریم که اصلا قدر نمیدونیم. یکی از ضرب المثل اینه، از هر دست بدهی از همان دست میگیری. خیلی خوبی در حق دیگران میکنی، خوبی جوابش میگیری، خدا بهت جور میکنه، حتی در همین دنیا اون دنیا بمانه. زبان سرخ سر سبز میدهد. وقتی که زبان به گله و شکایت همیشه باز باشه، بالاخره آدم دچار مشکلی در زندگیش میشه. وقتی از مثلا آدم بیاد یک سر اعتراض، حالا دیگه وقتی از آدم اعتراضش بجاست، مثلا یه حقی رو میخواد بگیره اعتراض میکنه سر، اما یک سر اعتراض آدم بکنه و خدای نکرده مثلا بخواد کسی را یا یک دولتی را زیر سوال ببره، خب ممکنه با جون خودش بازی کنه دیگه. هر که بامش بیش برفش بیشتر، معنی ظاهرش اینه که هر کی بالا پشت اومش گنده تر باشه، خب برف بیشتر میبره، باید کارش کار بیشتری، وقت بیشتری صرف کنه تا اینکه برف ها رو بریزه بیرون. بنابراین هر کس که مال بیشتری داشته باشه، گرفتاری های بیشتری هم داره. و به هر موضوعی میتونیم اینو ربطش بدیم. سوار خبر از حال پیاده ندارد. خیلی خوب، طرف سوار ماشین شده، تخت گاز از یک شهری به شهر دیگه میره و خب میگه آره هوا خوب بود، خیلی هم زود راحت رسیدیم. حالا اون بابایی که مثلا ماشینش راه نمیره، کولر نداره، در وسط ظل تابستان توی بین راه از گرما داره میپزه، یا اونی که ماشین نداره داره یک مسیر رو پیاده میره، سوار خبر از حال پیاده ندارد. اون کسی که مثلا وضع مالیش خوبه، میره خیلی خوب یه سوپرمارکت وارد میشه، کلی خرید میکنه، کارت میشه، میاد بیرون. ولی یه نفر که خب درآمد کمتری داره،
مثلا میگه نگاه میکنه قیمت رو، این قیمت چنده؟ او گرونه، ولش کن. طرف میاد مثلا میوه میخره، این پلاستیکش پر میکنه، اون پر میکنه، بعد کارتش میشه میره، اصلا نگاه نمیکنه قیمت چیه فلان، اصلا هیچ کاری هم کار نداره. ولی کسی که مثلا درآمد پایین تری داره، مثلا نگاه میکنه میبینه ای مثلا قیمت این میوه اینقدر گرونه، میگه ولش کن نمیخریم. ها، سواره خبر از حال پیاده ندارد. خواستن توانستن است. بله، خواستن توانستن است. ما تو این شرایطی که کشور ما علیه ظلم و ظالمین استعمارگر دنیا داره مبارزه میکنه و سر همین مبارزه کردن، دفاع از مظلوم و ایستادن در مقابل ظالمان ستمگاری مثل آمریکا و اسرائیل و انگلستان و فرانسه و آلمان و غیر و ذلک، در مقابل ظلم اونا ایستاده و هر جا حق ظالمی ضایع بشه دفاع میکنه از اون حق مظلومی ضایع بشه دفاع میکنه از حق اون مظلوم، بعد میاد تحریم میشه و ایران رو از خیلی از ارتباط هایی که میتونه با کشورهای مختلف بگیره و داد و ستد داشته باشه محروم میکنن و کشور ما رو در تنگنا قرار بدن. اما خواستن توانستن است. ما با این خواستن ها خیلی کارا تونستی میکنیم، هم در حوزه سلامت. الان کشور ما در صف مقدمه که کشورهایی است که واکسن کرونا داره تولید میکنه. الان جدیدترین خبر دیروز اینه که کارخانه نیرو محرکه قزوین اومده گیربوکس 6 دنده‌ای درست کرده، یعنی از عید به اونور روی ماشین های دناپلاس و راناپلاس میان گیربوکس، بله موز بخوانم، 7 دنده درست کردن. 6 دنده که هست، 7 دنده درست کردن، گیربوکس خودشون درست کردن و یعنی مثلا الان خیلی از ماشین ها 5 دنده دارن، یه دنده عقب میشه 6 دنده. الان در نیرو محرکی قزوین گیربوکس، فکر میکنم شاید اشتباه نمیدونم، الان یه ذره شک کردم، گیربوکس 7 دنده‌ای درست کردن و بعد از عید میاد چی میشه روی این ماشین ها کارگو قرار داده میشه روی همین دوتا ماشینی که گفتم. خب اینها پیشرفت های کشور ماست. انشالله که ما خواستیم، میتوانیم هم انجام بدیم. من مطمئنم روزی خواهد رسید که کشور ما در مقابل این تحریم ها از تحریم ها به عنوان یک فرصت استفاده خواهد کرد و کشور ما جز کشورهای پیشرفته دنیا خواهد بود، انشالله به امید آن روز، با تلاش من معلم، شمای دانش آموز که فردای روز دانشمندان فردای ایران عزیز خواهید بود انشالله. تلاش، موفق باشید. خدا نگهدار شما. به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دانش آموزان عزیز. بچه های گلم، در ادامه درس علوم رسیدیم به درس 12 تحت عنوان جنگل برای کیست. با توجه به ارزش و جایگاهی که گیاهان و جنگل ها در زندگی همه افراد دارن، توی این درس قرار هستش که به این موضوع بپردازیم که آیا واقعا جنگل برای چه کسی هست. من قبل از اینکه وارد درس بشیم به طور کلی عرض بکنم خدمت شما دانش آموزان عزیز که جنگل و گیاهان برای همه موجودات هستن تامین کننده مواد غذایی. با توجه به اینکه در درس‌های قبل به اهمیت و جایگاه گیاهان رسید، خب میخورد و خورده میشود. توی کلاس 4
شما با زنجیره غذایی و چگونگی نشان دادن اون آشنا شدید. همونطور که توی تصویر الان دارید میبینید، یک درخت بلوط، سنجاب و نهایتا ما روباه رو داریم مشاهده میکنیم. از ما خواسته که رابطه غذایی جاندار شکل روبرو رو با زنجیره غذایی چکار بکنیم نشون بدیم. خب من این رو اینجا برای شما نشون میدم. با توجه به درخت بلوط خواهیم نوشت بلوط، از بلوط سنجاب استفاده میکنه. زمانی که بلوط توسط سنجاب مورد تغذیه قرار گرفت، خود سنجاب هم میتونه توسط روباه در اینجا مورد تغذیه قرار بگیره. در قسمت بعدی به گفتگی در این زنجیره زندگی روباه چگونه به درخت بلوط وابسته هستش یادداشت میکنیم که سنجاب از درخت بلوط تغذیه می کند و روباه با شکار سنجاب بار غذایی خود را چکار میکنه؟ تامین میکند. خب بچه های گلم، در قسمت پ عنوان کرده که زنجیره غذایی رو در شکل زی پیدا کنید و آنها رو رسم کنید. با توجه به این موجودات ما قرار هستش که این زنجیره غذایی رو پیدا بکنیم. منتها اگر من الان بخوام اینجا بحث اون نقاط اتصالی رو برقرار بکنم، شاید قدری به هم ریختگی ایجاد بشه. من توی این صفحه در اینجا یادداشت میکنم. خب ما ساقه گندم رو داشتیم که توسط موش مورد تغذیه قرار میگیره و خود موش میتونه توسط جغد مورد تغذیه قرار بگیره. و یا هویج، هویجی رو که داشتیم، این هویج توسط خرگوش میتونه مورد تغذیه قرار بگیره و خود خرگوش توسط عقاب. و یا اینکه هویج توسط خرگوش و خرگوش توسط روباه مورد تغذیه قرار بگیره. و یا بلوط ما توسط سنجاب و نهایتا سنجاب توسط عقاب مورد تغذیه واقع بشه. و در زنجیره دیگه میتونیم اشاره کنیم به ساقه گندم. ساقه گندم توسط موش، خود موش توسط مار و مار توسط عقاب مورد تغذیه قرار بگیره. خب یک پرسشی داره، اینکه گفته که آیا بین زنجیره هایی که رسم کرده اید ارتباطی جانداران مشترکی وجود دارن؟ عنوان میکنه که اونها رو مشخص کنه. توی این زنجیره غذایی که مشخص یادداشت کردیم عنوان میکنه که
آیا موجودات جاندار مشترکی وجود دارند؟ پاسخ بله هست. ما در این قسمت یادداشت میکنیم. پس پاسخ ما شد بله. موارد رو یادداشت میکنم. هویج، خرگوش، موش و ساقه گندم. مواردی هستن که بین جانداران به صورت مشترک مصرف خواهد شد. خب بریم به بخش بعدی، صفحه بعدی کتابمون. گفته که دانشمندان برای بررسی ارتباط غذایی جانداران در هر محیط معمولا شبکه غذایی رو رسم کنند. اکنون شما نیز با استفاده از زنجیره بالا یک شبکه غذایی رو رسم کنید. خب ما در این صفحه میایم یک شبکه غذایی رو رسم کنیم. خب بچه گولم، ما هویج رو به عنوان یک گیاه، درسته؟ ما هویج رو به عنوان گیاه تولید کننده میشناسیم که این هویج میتونه توسط موش مورد تغذیه قرار بگیره و یا اینکه توسط خرگوش مورد تغذیه واقع بشه. نهایتاً خود موش میتونه توسط مار مورد تغذیه قرار بگیره و خود مار توسط عقاب. خود خرگوش ما میتونه توسط روباه و یا اینکه توسط عقاب مورد تغذیه واقع بشه. خب بچه گلم، در ادامه گفته اکنون شما نیز با استفاده از زنجیره بالا یک شبکه غذایی رو رسم بکنید که ما این بخش رو انجام دادیم. بریم بخش بعدی، فکر کنید هست. عنوان کرده که شکل زیر ارتباط غذایی بین چند جانور رو نشون داده. حالا گفته که اگر جانور ب، اگر این جانور، جانور ب از بین بره، با دلایل خودمون توضیح بدیم که کدوم جانور در معرض خطر قرار خواهد گرفت. خب من این بخش رو اینجا یادداشت میکنم. جانور ت و س. ببینید من خود کتاب رو بیارم. جانور ت و س از بین خواهد رفت. حالا ما دلیل خودمون رو میریم در اون قسمت تا صفحه بعد یادداشت میکنیم. خب پس جانور ت و سه ما که هر موجودی میخواد باشه، اینها آسیب خواهند دید. چرا؟ زیرا دلیل ما این هستش که زیرا جانور پ از جانور ب تغذیه نمی کند و جانور الف ما و جانور الف هم در صورت از بین رفتن جانور ب از جانور پ میتونه چیکار بکنه؟ میتواند تغذیه کند، اما
اما زندگی جانور ت که از جانور ب تغذیه می کند در صورت از بین رفتن جانور ب چی میشه بچه گلم در معرض خطر قرار میگیرد که در این صورت زندگی جانور سه هم نیز در معرض خطر قرار میگیرد. خب برگردیم به کتابمون. خب بچه ها به این تصویر مجددا توجه داشته باشید. من از روی خود شکل هم یک بار توضیح بدم تا کاملا متوجه موضوع بشیم. سوال این هست، عنوان کرده که اگه جانور ب، این جانور ب ما از بین بره، فرض بگیرید که این از بین رفته و ما این رو نداریم، یک جانوری بوده ولی تو این حالا چرخه و زنجیره از بین رفته، حالا میگه با دلیل توضیح بدید که کدام جانوران در معرض خطر قرار میگیرند. ما گفتیم که جانوران ت که هر جانوری میخواد باشه و جانور س، این دوتا در معرض خطر هستن. چرا؟ زیرا جانور پ، این جانور پ ما، جانور پ از جانور ب تغذیه نمی کنه. دقت بکنید، پ ما از جانور ب تغذیه نمی کنه، ب که الان نیستش از بین رفته، و جانور الف هم در صورت از بین رفتن جانور ب از جانور پ میتونه تغذیه بکنه، یعنی میگه این هم میتونه از این تغذیه بکنه. اما زندگی جانور ت که از جانور ب تغذیه میکنه وابسته هستش، در صورت از بین رفتن این قطعا این آسیب میبینه، از بین خواهد رفت، که در این صورت خب قطعا این آسیب ببینه، این هم قطعا ضربه خواهد دید و از بین خواهد رفت. کل توضیحاتی که در چند خط نوشته شد گویای همین موضوع بودش. خب بچه ها عنوان کرده که چیزی هدر نمیره. آیا میدونید برای پیکر بیجان و بقای جانوران و گیاهان چه اتفاقی میفته؟ پرسشی که از ما سوال شده اما در ادامه به این پاسخ داده خواهد شد. موادی که در طی زمان دست ساخته شدن پیکر این جانوران به کار رفته چه سرنوشتی پیدا میکنن؟ شاید دیده یا شنیده باشید که با استفاده از بقای گیاهان خاک گیاهی میسازن، همون گیاه خاکی که در علوم پنجم باش آشنا شدید. قارچ‌ها در تشکیل این خاک نقش دارن، اما قارچ‌ها چگونه این کار رو انجام میدند؟ خب بریم یک کاوشگری رو انجام بدیم، قطعا پاسخ سوالات بالا رو بهتر لمس و درک خواهیم کرد. یک سری وسایل و مواد مورد نیاز داریم ما که عبارتند از یک ظرف شیشه دردار، میوه کپک زده، چوب بستنی، ذره بین و نخود خیس خورده، ورقه آلومینیوم و قدری هم نان تازه. خب عنوان کرده که قرار است بررسی کنیم که قارچه ها انرژی خود رو از چه چیزی به دست می آورن. در اولین مرتبه میوه کپک زده رو با ذره‌بین که قوی هست مشاهده کنیم و اون چیزی که ما میبینیم رسم کنیم. آیتم دوم گفته با استفاده از چوب بستنی مقداری کپک از روی میوه بردارید و با کشیدن چوب بستنی روی نون کپک رو به روی نان انتقال بدید.
در ادامه گفته که نان رو درون ظرف شیشه‌ای قرار بدین و قبل از بستن در ظرف چند قطره آب به اون بپاشید، همونطور که توی تصویر دارید. مرحله دو و سه رو برای ورقه آلومینیومی و نخود هم بیایم تکرار بکنیم. در آیتم پنجم گفته که ظرفا رو به مدت یک هفته در محل تاریک و گرم قرار بدیم. بعد از یک هفته نمونه های درون ظرفا رو با استفاده از ذره‌بین به طور دقیق مورد مشاهده قرار بدیم و نتیجه مشاهدات خودمون رو توی این جدولی که قرار داده قرار هست یادداشت برداری کنیم. دانش آموزان عزیز میتونن همین کاوشگری رو در منزل انجام بدن. ما انجام دادیم و نتایج حاصله بدین قرار هستش. اتفاقی که نمونه‌مون که نان، نخود و ورقه آلومینیومی بودند، نتایج حاصله بدین قرار هستن که در نان کپک ها رشد کرده اند، در نخود هم همین اتفاق افتاد، اما ورقه آلومینیومی کپک ها رشد نکرده. خب سوال پرسیدی که کپک ها در کدام نمونه ها رشد کرد؟ روی نان و نخود خیس خورده. من اینجا یادداشت میکنم روی نان و نخود خیس خورده که رطوبت داره. کپک ها که روش کردن انرژی مورد نیاز خودشون رو به نظرتون از کجا به دست آوردند؟ من این رو اینجا یادداشت میکنم از موجودات زنده ای که روی آن رشد کرده اند، یعنی نان و نخود. اومای کرده بود که در بخش بعدی نتیجه کاوش خود رو در یک یا چند سطر توضیح بده. خب ما این رو اینجا یادداشت میکنیم. نتیجه کاوش خودمون نتیجه این هستش که قارچ ها می توانند در شرایط گرم و مرطوب و به دور از نور روی موجودات زنده رشد کنند، ولی در ورقه آلومینیوم همچین اتفاقی نیفتاد. خب بپردازیم به قارچ ها. قارچ ها گروهی از جانداران هستند که بقایای موجود زنده را تجزیه می کنند و باعث می شوند که مواد تشکیل دهنده آنها دوباره به طبیعت برگرده. مثلا کار قارچ هایی که روی بقایای گیاهی و جانوری در جنگل رشد می کنند تجزیه این بقایا و کمک به تشکیل بهبود و تقویت خاک رو در دستور کار خودشون دارن. نمونه هایی از قارچ های مختلف. قارچ ها دارای جمعیت زیادی هستن و انواع مفید و مضری رو پوشش میدن. خب بچه ها با هم زندگی میکنن. بر تصویر نگاه کنیم و سپس متن مربوط به اون رو بخونیم. دوستی مورچه و شته. شتایی که روی گیاهان قرار دارن در حال
مکیدن شهد شیرین گیاهان هستن. مورچه ها شته ها رو با خود به لونه هاشون میبرن تا ماده شیرینی که شته ها از خودشون دفع میکنن رو بخورن. شته ها نیز در لانه مورچه ها از شکارچی ها در امان هستن. بچه ها به این رابطه غذایی اصطلاحا همیاری میگن، یعنی به همدیگه دارن یاری میرسونن، به این همیاری گفته میشه، به همدیگه دارن سود میرسونن. شته ها به خصوص در فصل بهار، همین اوایل بهار، در قسمت پشت یا گاهن اگر خیلی زیاد باشه کل سطح گیاه رو میپوشونن. موجودات سبز رنگ و یا به حالت تیره سیاه در اومدن برخی از نژاد هاشون، اینها کاری که انجام میدن همون شیره خام و پرورده گیاهان رو مورد تغذیه قرار میدن و نهایتاً از خودشون یک عسلک، ماده خیلی شفاف چسبناک شیرین رو از خودشون تولید میکنن. مورچه ها از اینها خوششون میاد و مورد تغذیه خودشون قرار میدن. خب یک اصطلاحی وجود داره تحت عنوان گاو شیرده مورچه ها، یعنی شته ها تحت عنوان گاو شیرده مورچه ها شناسه میشن. حتی مورچه ها گاهن پا رو فراتر از این میدن و با شاخک هاشون این شته ها رو تحریک میکنن که عسلک بیشتری رو از خودشون تولید بکنن. و اما در مقابل مورچه ها چه خدمتی به اینها میرسونن؟ در فصل پاییز که زمانی که هوا به سمت سرما پیش میره، شته ها رو و یا حتی تخم های شته ها رو به داخل لونه هاشون میبرن، از اینها نگهداری میکنن تا در فصل بهار که هوا مساعد میشه از لونه هاشون اینها رو خارج میکنن، میارن روی سطح گیاهان قرار میدن و مجدداً از شهد شیرین اینها استفاده بکنن. به این نوع زندگی مسالمت آمیز دو طرفه که دارن از همدیگه استفاده میکنن تحت عنوان همیاری رو عنوان میکنیم. و اگه بخوام یه همیاری دیگه مثال بزنیم، مثل گلها و زنبور هم از این جنس هست، گلها و زنبور. خب زنبور و گلها چه اتفاقی میفته؟ زنبور از گرده گلها استفاده میکنه، میبره تبدیل به عسل میکنه. اما گلها چه استفاده دارن از زنبور کنن؟ گرده های گلها برای افزایششون توسط زنبورها جابجا میشه، یعنی دو طرفه هستش، دارن به هم دیگه همیاری میکنند. خب در غذای مجانی یکی سود میبره و دیگری نه سود میبره و نه زیان، که تحت عنوان همسفرگی ما میشناسیم. پس من اینجا یادداشت میکنم همسفرگی. توی همسفرگی چه اتفاقی میفته؟ ببینید شیر نه زیان میبینه و نه سود یعنی نه سودی برده و نه زیانی، ولی کرکس اتفاقی که افتاده سود برده و این رو تحت عنوان همسفرگی ما میشناسیم، که غذای مجانی که عنوان کرده کرکس خودش رو با تهمانده های شکار جانور دیگه سیر میکنه. مثلا وقتی شیرها لاشه شکار خود رو رها میکنن، کرکس هایی که تو نزدیکی در انتظار دور شدن شیرها هستن به محل لاشه ها ورود پیدا میکنن و بقایای اون جانور رو مورد تغذیه خودشون قرار میدن. یا کفتار هم تقریبا به همین شکل هست، همین اتفاق میفته. پس توی همسفرگی یکی سود برده، که اون که سود برده کرکس هست، سود برده، و دیگری نه سود میبرد و نه زیان، و دیگری نه سود میبرد و نه زیان، نه سود میبره و نه زیان. این رو هم مد نظر داشته باشیم. اما یک
نوع دیگرش وجود داره تحت عنوان، حالا بریم به مگس های مزاحم بپردازیم. اسب ها با تکون دادن دم خودشون سعی میکنن که مگس ها و پشه ها رو از خودشون دور بکنن. این حشرات نیش خودشون رو چکار میکنن؟ به درون بدن اسب فرو میبرن و خون اون رو میمکن. یا همین اتفاق در فصل های گرم معمولا برای خود انسان ها هم اتفاق میفته. این نوع که یکی سود میبره و دیگری زیان میبره تحت عنوان انگلی ما میشناسیم. یکی سود برده، این پشه و مگس ها سودشون رو بردن و دیگری چیزی عایدش نشده، ضرر کرده. حالا میخواد اسب باشه یا بقیه جان داره که اینجا میزبان، یعنی میتونیم اینطور بیان بکنیم که انگل سود برده و میزبان چی شده براش؟ ضرر. پشه و انسان مثال دیگرش هست، یا زالو و گاو. زالو و بقیه حیوانات باز همین اتفاق میفته. یه رابطه صیادی هم وجود داره که خب صیاد صید رو شکار میکنه. حالا این مورد رو هم در ذهن داشته باشید. بریم بخش بعدی گفتگو کنید. عنوان کرده که اکنون در مورد هر یک از مثال های بالا به این پرسش ها پاسخ بدید. کدوم جانور سود میبره؟ کدوم جانور سود نمیبره؟ من اینکه کدوم جانور سود میبره یادداشت میکنم. سود و اینکه سود میبرد. خب مگس ها و پشه ها، درسته، اینا سود میبرن دیگه. مورچه و شته هر دو از هم سود میبرن. پس ما در ادامهش یادداشت میکنیم مورچه و شته هر دو از هم سود بردن دیگه. کدوم مورد به نظرتون؟ بله، کرکس هم سود میبره. این مواردی بوده که سود بردند، اما کدام جانور سود نمیبرد؟ کدام جانور سود نمیبرد؟ خب شیر نه سود میبرد و نه زیان میبیند. ولی به طور کلی اسب قطعا زیان میبیند. در مدل که انگلیش قطعا زیان میبیند. خب شگفتی های آفرینش، کروکودیل هایی که اطراف رودخونه نیل زندگی میکنن بعضی وقتا بدون حرکت و با دهان باز استراحت میکنن. در این هنگام نوعی پرنده کوچک وارد دهان کروکودیل میشه و انگل های درون دهان کروکودیل رو میخورد. اینجا هم هر دو از هم دیگه سود میبرن. قارچ هایی که توی دهان کروکودیل رشد پیدا کرده یا باقی مونده غذا، مواردی از این دست رو که این پرنده داره از اونها تغذیه میکنه، کروکودیل داره سودش رو میبره. خود پرنده هم از موارد غذایی که داره در دهان کروکودیل تغذیه میکنه، خودشون هم داره سود میبره. طبیعت رو حفظ بکنیم. عکسای زیر برخی محیط ها رو داره به ما نشون میده که کدام محیط رو انسان ساخته و کدام محیط رو به طور طبیعی وجود داره. محیط ها چه تفاوت هایی هم با هم دیگه دارن. خب بچه ما شماره گذاری بکنیم تصاویر رو، یا موافق باشید اینو بذاریم تصویر شماره یک،
تصویر شماره یک اون باشه. این تصویر شماره یکمون قرار بدیم، تصویر شماره دو و این هم تصویر شماره سه. خب با شماره رو عنوان میکنه کدام محیط رو عنوان کرده که انسان ها ساختن. خب این بخش اول که اشاره کرده کدام محیط ها رو انسان ها ساختن، تصویر شماره دو و سه رو عنوان میکنیم که من اینجا یادداشت میکنم دو و سه رو انسان ساخته. کدام محیط به طور طبیعی وجود دارد؟ تصویر شماره یک هست، تصویر شماره یک رو عنوان میکنیم و در ادامه گفته که این محیط ها چه تفاوت هایی با همدیگه دارن. خب من در این بخش یادداشت میکنم محیط طبیعی همونطور که خودتونم میدونید محیطی هستش که انسان در به وجود اومدنش دخالتی نداره. محیط طبیعی زیستگاه جانوران و گیاهان هست. و انسان در به وجود اومدنش نقشی نداشته. محیطی که انسان میسازد تحت عنوان چی میشناسیم ما؟ محیط مصنوعی، درسته؟ که توسط انسان به وجود اومد. تنوع جانوران و گیاهان کم است. خب پس ما دو نوع فرقش رو عنوان کردیم، تفاوتش رو. در محیط های طبیعی که زیستگاه جانوران و گیاهان تنوع زیادی داره و انسان در به وجود اومدنش نقشی نداره، اما محیط که مصنوعی هست انسان اون رو به وجود آورده و تنوع جانوران و گیاهان هم توی اون قطعا کم هستش. خب بخش بعدی جمع‌آوری اطلاعات داریم. محیط های طبیعی زیستگاه انواع فراوانی از جانوران، گیاهان و موجودات زنده دیگر است. آیا در زمانهای گذشته در اطراف محل زندگی شما محیط طبیعی بوده است که الان وجود نداشته باشه و یا وسعتون کم شده باشه؟ به نظر شما چرا آن محیط طبیعی از بین رفته و یا کوچک شده؟ این بخش رو به عهده خود شما دانش آموزان قرار میدیم. لطف میکنید توی این زمینه اطلاعاتی رو جمع آوری میکنید. توی این زمینه جمع آوری اطلاعات میتونید به جایی که محل زندگی اکثر خودمون که خب تهران هست میتونیم مراجعه بکنیم، اطلاعاتی رو از پدران و مادرانمون و یا پدر بزرگ و مادر بزرگمون دریافت کنیم. موضوع بعدی وقتی اوضاع تغییر میکند در طول تاریخ زمین جانوران و گیاهانی بودن که اکنون دیگه وجود ندارند. در این باره چه مثال هایی رو عنوان کرده که میشناسید؟ به نظر شما چه عواملی سبب از بین رفتن همه افراد یک نوع، حالا یا جانور یا گیاه میشود؟ در ادامه به این دوتا سوال پاسخ خواهیم داد. توی این صفحه به اون سوالات پاسخ بدید. خب وقتی زیستگاه جانوری تغییر پیدا میکنه، بعضی از اونها دیگه این توان رو ندارن که خودشون رو با اوضاع جدید وقف بدن و سازگاری رو برقرار بکنن. به تدریج از جمعیتشون کم میشه و حتی امکان داره که کلن اونها از بین برن. راجع به این موضوع که عنوان کرده نمونهایی رو بیان بکنید، میتونیم به شیر ایرانی اشاره بکنیم که تا کمتر از یک قرن پیش توی بخشایی از ایران وجود داشت، اما به دلایلی مثل شکار شدن به دست انسان‌ها و از دست دادن زیستگاهشون، اتفاقی که براشون افتاده دیگه ما الان دیگه اونها رو نداریم. بخش بعدی چه درختی میکارید؟
درختکاری در فرهنگ ایرانی اسلامی رسمی بسیار پسندیده هستش. به همین خاطر ما 15 اسفند ماه رو در تقویم رسمی کشور خودمون تحت عنوان هفته منابع طبیعی داریم و روز درخت و درختکاری که اشاره کرده که کشور ما هم یک روز از سال رو به این امر اختصاص میدن. آیا میدونید که این چه روزی هست؟ عنوان کردیم 15 اسفند ماه. زیستشناسان عنوان میکنن که توی هر منطقه درخت‌هایی رو باید معمولا مورد کشت قرار بدیم که به طور طبیعی تو همون منطقه وجود دارن. به این درختان اصطلاحا درختان بومی گفته میشوند. بنابراین باید در انتخاب نوع درخت دقت بکنیم. مثلا درخت کاج موادی از ریشه خودش ترشح میکنه که مانع رشد بسیاری از انواع گیاه ها میشه. به همین علت خوب دقت بکنید، به همین علت تنوع گیاهان معمولا در جنگل های کاج کم هستش، به خاطر همون ترشح ماده سمیشون هستش. خب در محل زندگی شما در بخش گفته بکنید اما کرده که روز درختکاری چه درختهایی رو میکارن؟ آیا این درخت ها بومی منطقه شما هستن؟ لطف میکنید این بخش رو هم خود دانش آموز پاسخگو خواهد بود. جمع‌آوری اطلاعات عنوان کرده که جنگل برای کیست؟ با توجه به آنچه که ما الان آموختیم متوجه شدیم که جنگل برای همه هستش. هر موجودی که از گیاهان و جنگل بهره میبره در حد جنگل برای موجود هم به شمار میاد. حتی من و شمایی که در شهر زندگی میکنیم چون زندگیمون وابسته به هم گیاهان هستش. خب موضوع بعدی مقاله درباره وضعیت یک محیط طبیعی که میشناسید و در خطر از بین رفتن هستند رو بنویسید. توی این مقاله به اهمیت حفظ این محیط اشاره کنید و راههایی رو برای حفظ اون پیشنهاد بکنید. در ادامه گفت مجموعه تصاویر بعضی از گیاهان یا جانوران بومی محل زندگی خود رو تهیه بکنید. میتونید شکل اونها رو نقاشی کنید یا از اونها عکسی تهیه بکنید. با کمک معلم خود نمایشگاهی از تصاویر یا نمونه‌هایی از جانوران و گیاهان محیط زیست خود رو در قالب نمایشگاه از ما خواسته. مسئولیت حفظ محیط‌های طبیعی و جانوری و گیاهانی که در محیط زندگی می‌کنند در کشور ما بر عهده چه سازمان‌هایی هست؟ سازمان حفظ محیط زیست، این قسمت یاد داشت میکنم، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری. در ادامه عنوان کرده چه شغل هایی در ارتباط با معرفی و حفظ محیط های طبیعی وجود دارد؟ ما توی همین صفحه دومش رو یادداشت میکنیم. مهندسی منابع طبیعی، دیگه میتونیم اشاره کنیم به کارشناسی آلودگی محیط زیست، جنگلبانی، محیطبانی و غیر. خب برگردیم به کتاب. خب بچه گلم به پایان این درس رسیدیم. امیدوارم که به قدر و جایگاه و منزلت گیاهان و جنگل پی برده باشیم و این موضوع رو مد نظر قرار بدیم که تدریس این درس همزمان شاید باشه با ایام عید و سفرهایی که البته با توجه به شرایط کرونا قطعا
در خانه خواهیم ماند، ولی در سالهای آینده که دیگه ما با این ویروس مواجه نیستیم، انشالله به سفر تشریف بردید. قطعا در زمینه حفظ محیط زیست تمام سعی و تلاشمون رو خواهیم کرد، حتی از انداختن زباله که به خصوص موارد پلاستیکی که اتفاقات خیلی نابهنجاری رو در طبیعت رقم میزنه. آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان دارم. موفق و معید باشید. خدایا رو نگهدارتون.